کندز هنوز هم بعد از سپری شدن 7 روز قربانی جنگ فرسایشی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان گفته می شود خسارت مالی و جانی جنگ فعلی کندز در تاریخ این ولایت به پیشونه بوده است. اما چرا با داشتن این همه نیرو و امکانات نظامی در کندز به این پیمانه مقاومت کردن طالبان در برابر نیروهای امنیتی به چی معنا است؟ چرا نیروهای امنیتی نمیتونه که طالب را در این ولایت سرکوب بسازه؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم مقایان محمد رفیق کاکر، فعال مدنی از ولایت کندز، آقای کابل خان تدبیر، آقای امور نظامی، آقای عمر صافی، والی پیشین کندز، همچنین آقای ربانی عضو شورای ولایتی کندز از طریق اسکای با خود داریم. در خوش شما رو خوش آمدید مهمانان عزیز. با آقای ربانی آغاز میکنم. آقای ربانی، در کندز اکنون چی میگذره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت تمام بینندگان محترم تلویزیون خورشید و همچنان مهمانای محترم شما. قسمی که به شما و به تمام اطرافیان و به دنیا معلوم است که در این اواخر کندز داره یک فاجعه انسانی، یک فاجعه وحشتناک انسانی را پشت سر میگذرانه و عملا جنگ شدیدی فعلا اکنونه که من برای شما صحبت میکنم در کوچه و پس کوچه های کندز، جنگ شدیدی میان نیروهای نظامی و دفاعی افغانستان و همچنان طالبا یا دشمنان رفاه و آسایش مردم جریان دارد. چرا بعد از 7 روز هنوز جنگ ادامه دارد؟ دلیل ای که نیروهای امنیتی نمیتونه طالبا را عقب بزنه و این بار جنگ به این پیمانه طول کشید چی است؟ خب قسمی که ما از مسئولین نظامی، مسئولین با تصفیه کاری و بازپسگیری ساعت از دست رفته کندز سوال میکنیم، مراجعه میکنیم، چون نماینده مردم هستیم. دل ما می سوزه، حالت ما بسیار خراب است، چون مردم کندز حالت رقتبار را میگذرانند و دارن. دیگه سوال میکنیم که چرا در بازپسگیری کندز عملیاتتان بسیار بطی و سست و کند پیش میره؟ و برای ما میگن که طالبا از خانه ها و از خانه های غیر نظامی ها به گونه سنگر استفاده میکنن. ما میخواهیم که جلو از بین رفتن هرچی بیشتر نظامی ها را بگیریم. واقعا چون این نسل بهانه طلبی میکنه مقامات محلی؟ ببخشید نفهمیدم. گفتم جزئیات چنین است که در خانه ها جا بجا شده طالبا به این خاطر مقاومت نیروهای امنیتی ضعیف‌تر در مقابل طالبا و یا هم بهانه طلبی میکنه مقامات محلی؟ خب چون ما یک بار دیگه در سال پار 6 میزان سال گذشته تجربه تلخ سقوط کندز داریم و در او وقت این قدر نیرویی که فعلا در کندز اعزام شده و مصروف جنگ است قدر نیرو نبوده. در او وقت در 3 روز کاملا تصفیه کرد شهر کندز، البته خود شهر کندز که سوی تفاهم نشه. اما این بار فکر میکنم کدام ترفندی است، کدام سیاست کلانی است که بسیار بطی و سست و کن پیش میره. اما اینم واقعیت امر است که طالبای جانی و جنایتکار از خانه های غیر نظامی ها به گونه سنگر دفاعیشان استفاده میکنن و در اونجا شما میدانین که بیشتر از 90% مردم یا 80% مردم متواری شدن و دیگه مردم هایی که امکانات نداشتن با طفل و طفولشان زیر رگبار گلوله ها قرار دارن و نیروهای نظامی ما نمیتونه که به خاطر یک شوم تمام شهر روم بسوزانه. اما تقاضا و خواست مشروع ما مردم که نمایندگی از مردم کندز میکنیم و صحبت میکنیم این است که عزیز زیادتر تال نتن، عزیز زیادتر نگذارن، به خاطر که ما در شهر کندز آب نداریم، نان نداریم، برق نداریم، رفاه نداریم، آسایش نداریم. کاملا بر یک شهر پر از غبار و گرد، کاملا یک شهر پر از وحشت که اصلا انسان در اونجا ترس و واهمه میگیرشه قرار داریم. خدا نخواسته، خدا نخواسته قسمی که فاجعه انسانی رخ داره ای وحشتناکتر نشه، مردم از گشنگی نمره که این ظلم خود ظلم قرن است، ظلم تاریخ نشه. شما در خط باشین آقای ربانی، دوباره به شما برمیگردیم. دلیلی که جنگ کندز به این پیمانه به درازا کشید و بزرگترین تلفات نظامی و غیر نظامی و خسارات مالی به مردم متحمل شده، یعنی واقعا ترفند است آنچه که عضو شورای ولایتی کندز گفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به مهمانان خوب برنامه و همچنان به بیننده عزیز تلویزیون خورشید. خب اول خب تسلیت میگم به فامیلا و خانواده شهیدا، بیجا شده و آسیب دیدگان جنگ خانمانسوزی که در کندوز جریان داره. باید بگویم که متاسفانه ما تا هنوز هم مردم کندوز و هم ملت افغانستان
در کندوز بالای یعنی مسائل بحث میکنیم که سر ریشه ها و عوامل اصلی جنگ نمیپیچیم. یعنی فقط ما فکر میکنیم که همین جنگ خاموش شوه و مشکل حل است. مشکل یعنی اصلی ریشه اصلی جنگ در افغانستان عدم توجه دولت مرکزی است و عدم موجودیت یک ارادی سیاسی در قبال امنیت در قندوز و در سایر نقاط افغانستان است. شما ببینین وقتی که در یک جای یعنی قوه تو توسط یک اداره واحد اداره نشوه و در اوجا هماهنگی وجود نداشته باشه، در اوجا اراده، احساس و درد از بین میره به خاطر که جایش فساد و دیگه مسائل به وجود میگیره. دلیلی که این بار جنگ قندوز به این پیمانه طول کشید و طالبان این همه جنایت انجام داد چی است؟ دلیلش ایسته که جنگ سابقه یک سال قبلی که در قندوز صورت گرفت، قبل از جنگ به هشدارهایی که برای دولت داده شده بود سلنگاری کردن و بعد از او که قندوز سقوط کردن، برای طالب ها یعنی بهترین یک زمینه بود که وا مجهز شد، تجهیز شد، سلاح خوب تر پیدا کردن و بعد از سقوط از او، بعد از اینکه بازپسگیری کردن، برای پیسای بسیار انگفت برای نظامی های ما در قندوز آمد که وارا تشویق کردن که یک بار دیگر هم قندوز سقوط بده. در زمان زمانداری شما دیگر هم یک بار قندوز سقوط کرد. دلیلی که این بار به این آسانی سقوط کرد قندوز، شما چون یک بار تجربه سقوط قندوز دارید، دلیلی که به این آسانی این بار سقوط کرد قندوز و این همه جنایت را طالبان انجام داد، این کلانترین عامل چی بود؟ چند عامل بود. یک عاملش این بود که ما از سقوط قبلی درس نگرفته بودیم. یک. دومی که تصفیه یا یک اداره واحد منظم با صلاحیت و با قدرتی که باید با کفایتی که داشته باشیم او را نداشتیم. هنوز هم افراد فاسد و زمامدارای فاسد و افسرای جزوتمهای بیکاره و تنبل هنوز هم در امو جزوتمهای قوای مقیم قندوز وجود داره و فعال شدن بیشتر طالبا، این امنیت ملی در این ناکام بود تا منابع اکمالاتی دشمن را پیدا بکنه، تا او را قلقم بکنه. در یک سالی که گذشت دولت هیچ نوع یک عملیاتی را در قندوز را اندازی نکرد تا یا اما یک بارها سال اما بارها دوامدار مقامات ارشد نظامی افغانستان را به خاطر تصفیه قندوز. مشکل عمده‌ای که مقامات مرکزی و ارگنشینان در افغانستان داره او ای است که یا همیشه معلومات غیر دقیق و ارزیابی غیر دقیق از وضعیت افغانستان داره. یعنی ما در یک روز از ویدیو کانفرانس با رئیس جمهور خوب به یاد داریم که قبل از رئیس جمهور ما با یکی از معاونین وزارت دفاع جنگ کردیم و بالاخره او به رئیس جمهور شکایت کرد که ما یک سی ستاره جنرال هستیم و ما را والیتان بیاب کردن و دمی روی والی رئیس جمهور برش میگه که ما در 12 روز تمام قندوز تصفیه میکنیم. از 12 روز از او روز 12 ماه گذشت، هیچ نوع پیشرفتی وجود نداشت. ببینین تا وقتی که ما از وضعیت فعلی ارزیابی خوبتر سرقومندان اعلی نداشته باشه، تا وقتی که محاسبه دقیق از جنگ ما نداشته باشیم، محاسبه فعلی جنگ ما امیست که ما هر روز باخت داریم. یعنی شما هیچ میگین که محاسبه از جنگ وجود نداره؟ محاسبه دقیق وجود نداره، ارزیابی خوب از جنگ وجود نداره، جزوتما مطلقا ملی نیستن، با گروه ها، با افراد و با اشخاص وابسته هستن. هر افسر جزوتام یک هدف شخصی و یک چینل شخصی در اوجه داره. با این اساس ما از حکومت تقاضای ما ایست که لطفاً بیاین یک ارادی سیاسی را با وجود بیارین و تمامتان یک تعهد بکنین که در قبال قندوز دیگر دست از اندازی مخفی و غیر مخفی را نمی داشته باشین. رئیسی که دریج قانون برای شما جور میکنه در پارلمان، او مسئله غیر مسئول داره. او قانون هر روز میشکنن در روجه، هر روز کوشش میکنن که در یک اداره مداخله بکنه. ولسوال تو که 10 سال 15 سال در روجه، یعنی یک بخشی از مشکل قندوز و گروه های غیر مسئول آمد، گروه های غیر مسئول، سیاسیون ما و زایمدارای ما. هر روز شما ببینید به جناس دوشم شاید ده ها تلفون بیاید، هر روز به یک قومند. خوب
شما خو یک اداره واحد باید داشته باشین، یک کسی باید مسئول باشه و کلگی شو باید به یک هدف حرکت بکنه، نه که هر کسی به یک طرف کش بکنه. آخه تدبیر بحث عدم محاسبه جنگ، یعنی واقعا کلانترین عامل درازا کشاندن جنگ طالبا در برابر نیروهای امنیتی بحث عدم هماهنگی و بحث نبود محاسبه در جنگ است سوی نیروهای امنیتی افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خوان کوم تاسو تاس تلویزیون محترم دونکو د میز درنو مېلمنوته. زه د سپیکر کوم چې د کندز جنگ باید دقیق ارزیابي شي، هم له بیرونی بوده هم له داخلي بوده. د کندز جنگ د فشار د وسیلې په حیث باندې د روسیې په دروازو باندې ترې وحده د فشار حالت که تاسو توجه وکړئ، د کندز جنگ د ما په اند باندې د یو نظامي په حیث باندې مستقیما د اوکراین او د حلب له فشارونو سره تړاو لري. یوه خبره. دوهمه خبره دا د کندز لومړی سقوط نه ده. کندز د شهید ډاکټر نجیب الله په زمان کې هم سقوط کړی و 1980 کال کې. هلته هم د افغانستان د کندز په سقوط کې تر ټولو هغه بارز بودی بیرونی بود. بیرونی بود هلته روسانو اما در بود داخلي همینج فکر نمیکنین کلانترین ضعف ها موجود زرازم. داخلی بود تم رازم پیغور کش کندو سقوط وکه روسانو دی افغانستان دی دولت سره پیغور که قرارداد درلو چې دی باید دی دی دو سو اوال پر قاغل تو حضور ولری او دی دی اوائی کندک چه مجهاز کندکو دا باید حضور ولری حقو پخپل سر کندوز تخلیه که دی کندوز نوو تل بدون دیش دی افغانستان دولت پجیریان که واشی دی خاناباد نسوالی دولت مخالفین و تا دی پخپل دی پروتوکول پا بنیاد بانی تسلیم کلا او دی هغینا کندوز سقوط وکه پنننیو مسائلو کی حقا چی پا دی کندز د مسلې په داخلي اړخ پورې په بیروني اړخ پورې وجود لري. هغه دا ده چې له تاسې سره نړیوال قوتونه هغه همکاري چې باید دوی کندز کې وکړي هغه همکاري نه کیږي. له یوې خوا د نړیوالو قوتونو همکاري په عوض د دې چې همکاري وشي هغه محلونه چې د هغو نه اسناد په لاس راوستی شي هغه له منځه ځي. او په هغو کې تاسې به نن اورېدلي چې نن د کندز په ښار کې هلیکوپتر او بالای سر کې عسکر بمبارد کړي دي. دغه هغه عدم هماهنګي د بیرونیانو د لا په داخلي قوتونو سره چې دی په کندز کې جنګ پی کوي. اما در این که در اینجا تا نیروهای امنیتی نمیتونه به شکل خیلی قوی در برابر طالبا بیسته و جنگ بکنه، اینجا این مسئله چی است؟ اجازه راکی اوس اساسی خبره هغه څه چې په کندز کې په داخلي بود کې موجوده ده مخ څه شی کوو. د افغانستان نظام د افغانستان د خلکو د غولونو دپاره والي تر ټټر نیسي. هر والی چې رانیولی ده هغه دغه نقټایي محکمه نیولی ده، تر حال کې چې والی د منطقي د امیر په حیث په منطقه کې د نظامي مسؤلیت درلودل د هغه ته نه راپور اورېدل دي. هلته داسې اسرار موجود دي چې هغه د والي سره نه شریکېږي په نظامي لحاظ باندې. هغه نظامیان په خپله ځان سره خپلې مشخصې مرجع لري چې هغو مرجعو ته ارایه کېږي هغه اسناد. په کندز کې مشکل په چیش کې ده. مشکل په دې کې ده چې هغه سقوط د کندز چې تاسې په 1940 کال کې یا 2015 کال کې د کندز سقوط ته مراجعه کوئ، د هغه نه وروسته یو هیات هلته ولېږل شو. د هغه هیات راپور چیرته ده؟ په هغه کې ملامت څوک ګڼل شوي دي؟ هغه امنیه قومندان تر اوسه پورې په کندز کې حاکم ده. هماغه خپل سری وسلوال تر اوسه پورې په کندز کې حاکم دي. زه درته په مسؤلیت یایم چې کندز په داخلي بورډ کې اخیستل کېږي او خرڅول کېږي. یو ری مخالفین دی افغانستان له همدغو نه خلکو نه اخلي چې دغه بیا د باندې له دې نه د هغو جاسوسي کړیو سره منطقې د هېوادونو دپار کوي مناسبات لري اخیستل کېږي او بیا بېرته پرې پلوري. بېرته بیا همدغه امتیاز د افغانستان د دولت نه یا د افغانستان د دولت سره د همکارو قوتونو نه اخلي او د هغه په مقابل کې بیا بېرته کار نیسي. هغه څه چې دا اوس روان دي په کندز کې زه د یو نظامي په حیث بیخي حیرت کوم. څرنګه کولی شي ته د یو لس دریز ګارنیزون باندې د تا شپخون ووهل شي او 200 نفر دخول یا 300 نفر دخول اجرا کړي او د تا د ګارنیزون سقوط وکړي؟ جالبه خبره دا ده که چېرته په افغانستان کې د نظام قانون تطبیقېدلی په یو چا باندې او یا چا دغه ته غاړه ښودلی، زه داسې فکر کوم چې د کندز مسؤلین باید اوس محکمه سرای شوي وای په 2003 ورځو کې دریمه مهمه خبره په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو چې په هغه کې د افغانستان د اوسردي پارلمان رئیس او د ده افرادو اشخاص موجود دي. ګورئ دا هغه څوک دي چې دلته په کندز کې د مخدره موادو د تجارت نه نیولې بیا په ټولو هغو مسایلو باندې حاکم دي چې په کندز کې ورځ تر بلې تېرېږي. مخ په حقیقت کې په افغانستان کې هغه قوتونه چې هلته موجود دي هغه قوتونه هره ورځ د طالب د صفوفو د تقویې دپاره کار کوي
لعام خلکو سره ظلم کوي، د خلکو په کورو ورخیږي، د خلکو په حیثیت باندې تعرض کوي، د خلکو حیثیت خوندي نه ده، ژوند یې خوندي نه ده، اولاد د چا خوندي نه ده، د همدغو غیر مسؤولو وسلوالو په سر باندې. او دا د دې باعث کېږي لکه پخوا چې د مجاهدینو په دولت کې د طالب ایجاد شوی و، همدغه باعث د دې کېږي د طالب سقوط تقویه کړو. بسیار تشکر. آخوی کاکر، واقعا قندوز در بود داخلی خرید فروش میشه از سوی مقامات محلی؟ تشکر. نخست از همه سلام بر شما میمانه در میز و تسلیت عرض میکنم به قربانان جنگ خونین در قندوز. این نه تنها موضوع قندوز است که از ارگ، اگر شما یک روز به ارگ مراجعه بکنین، اونجا واضح این لست، اگر موین است، اگر وزیر است، اگر امیتور مقام های بلند رتبه است، چوکی ها خرید فروش میشه. اینه ما قبلا هم گفتیم، بازم عرض میکنم، نه خود تا روزی که خود ولایت قندوز، خود گفته برتون که از مرکز تا به زمینداری محلی که در قندوز یا در ولایت ها میباشه. شما دیگه هم به عنوان فعال مدنی قندوز، شما اینو میپذیرین که مقامات محلی با سرنوشت قندوز معامله میکنه؟ بله بله، من دقیق برتون میگم که قندوز با معامله گرفته شده، قندوز فروخته شده و همه قماندان امنیت عامر امنیت د پول گرفته. اگر شما خواسته باشین ما با شما اسناد میاریم و اسناد معتبر ای است به شما که د ای بازی د ای پروژه خود ارگم شریک است. اگر شریک نیسته، در سه دوره سقوط قندوز، امی جنگل باغ، امی عامر امنیت شریک است، چرا اینا مجازات نمیشه؟ برعکس اینا مکافات میشه، برعکس برای اینا تقدیر نامه داده میشه. چرا با 3 میلیون نفوسی که در سمت شمال در کندوز زندگی میکنه با بخون اینا معامله میشه؟ با ما ساکری که در خط نبرد اینا از صدق دل اونا میجنگن با اونا معامله میشه؟ ببینین انمی همه یعنی شما میگید قندوز قماندان امنیه و عامر امنیت معامله کرده؟ بله بله، مستقیم معامله است. اگر معامله نیست، اما زمانی که ولی قندوز میگه بعد از یک تلفات خیلی سنگین غیر نظامی و پخش تصاویر در صفحات اجتماعی میگه که خب یک حکم الهی است و هیچ نوع تلفاتی وجود نداره. خب این حرفی گفته این غیر تصور است که نباید ولی قندوز چنین یک حرفی میزد و این شخصا حرف شخصی خودش است که نباید چنین حرف از زبان یک ولی بلند رتبه از یک ولایت شنیده شود. خب زمانی که همین حرف بیرون میشه یعنی چی؟ یعنی که ببینید زیادتر ولی صاحبای ما که در یک مقام در یک پست میره، اما گپ خود اصلا فیلتر نمیکنه، تصفیه نمیکنه. یعنی فکر نمیکنه شما گفتین که عامر امنیت، قماندان امنیت، ولی هم شریک معامله قندوز باشه؟ ببینید ولی صاحب ما اونجا صدق دل اونجا کار میکنه، اونجا زحمت میکشه. ببینید چند روز پیش هم چی گونه صدق دل کار میکنه که قندوز سقوط میکنه و میگه که هیچ نوع تلفات ملکی ما نداریم، یک حکم الهی است. ببینید در هر جایی که ما شما ولی را میبینیم، ولی او یک سمبول است. او اما فراموش نکنید که فرد اول ولایت هم است. درست است، تمام قوا را زیر ببینید همه قوا اجرایی به دست قماندان امنیه و امیر امنیت است. ببینید ارگان های کشفی استخباراتی ما کجاست، کی است، از کدام مقام هستند؟ ببینید این همه زیر تاثیر دلیلی که اینجا قوالی قندوز میه همین جنایت که اونجا صورت گرفته رو کتمان میکنه، فکر نمیکنید که بیانگر یک موضوع خیلی سری است؟ درست است، دهی هم ولی صاحب دهی جا غلطت کرده، دهی جا متهم است دمی سقوط قندوز، ولی اصلا 80-90% مسئولیت اینجا به قماندان امنیه و عامر امنیت داره. ببینین 5 نفر طالب با موتورسیکل با یک ملک کلاشنکوف، حداقل اگر از 50 نفر زیاد نیسته، در مقابل 11000 ساکر ما در اونجا اینا استادگی نمیشه. 5 نفر 10 نفر طالب می با ظرف 3 ساعت با چاک میرسه. این همه مشکلاتی است که ایره معامله است و ایره ما ارگ با شمول اداره محلی قندوز ایره ما متهم میکنیم. ببینین خب امی اگر ارگ ببینید رئیس جمهور در انتخابات های خود که اینا رای میگرفتن از مردم افغانستان، همه روزا میگفتن که ما از وزیر، از والی، از هر موین، از هر شخص بلند رتبه حکومت، ما سه ماه در سه ماه، صد روز در صد روز، از اینا ما پرسان میکنیم. چه شده پرسان از اینا؟ درست است اگر رئیس جمهور ما خوب مصروف است، خب یک کس دیگر وظیفه بوده که حداقل از این مردم پرسان بکنن. یک کماندان یعنی از دو سال دولت می باشه، حداقل قادر به این نمیشه که از یک پرسان بکنن که جناب تو به خاطر چی رفتی و چی دستاورد داره دی ولایت. سپاسگزارم آقای ربانی، به شما به شرف ترفند اشاره کردین و اینجا بحث معامله قندوز هم توسط مقامات محلی مطرح شد. واقعا شما میپذیرین، شما که در قندوز حضور دارین، عملا در قندوز و در ساحه‌ای که نبرد جریان داره، واقعا بحث ترفند هدف شما از معامله بود که در بحث ما مطرح شد؟ ببینید
دوست بسیار محترم ما کاکر صاحب صحبت کردن، دوست دیگه ما صحبت کردن، ولی صاحب اسبق کندز صحبت کردن، یا بهتر میدانن و شما هم میدانن و به تمام مردم افغانستان مشهود است کندز بار دوم سکوت خود تجربه میکنه. یک بار در سال پار من پیشتر هم خدمتتان عرض کردم که در شش میزان سال پار سکوت کرد. اگر این بار معامله شده باشد دقیقاً سال پار هم معامله شده بود و سال اگر این بار قماندان امنیه معامله کرده باشد در سال پار هم قماندان امنیه معامله کرده باشد، شاید در تبانی با والیای وقت، در تبانی با والیای فعلی، در تبانی با مسئولین بلند رتبه فعلی، اگر آنچنانی که کاکر صاحب عرض میکنند که کندز این بار هم معامله کردن، ممکن است که اگر این بار معامله کردن باشد شما میپذیرین که معامله شده و یا هم کندز حضور دارین دو بارم حتما اگر معامله شده باشه صافی صاحب شریک بشه، اگر این واقعیت داشته باشه چرا صافی صاحب در پالوی شما در استدیوی سرد تلویزیون خورشید نشسته باشه؟ خب مشخص پرسش من را پاسخ میده. خونین در بحث موجود چون آقای صافی بعدن پاسخ میده، در بحث موجود شما که در کندز حضور دارین و رویارویی نیروهای امنیتی را با طالبان هم میبینین که با گذشت هر روز سخت‌تر شده میره، واقعا بحث معامله مطرح است و یا نه؟ بکنون ببینین دوست عزیز، بیشتر کاکر صاحب گفت که 6 نفر یا 7 نفر طالب میه، شما در کابل هستین صاحب، پیش روی ولایت کابل شما یک چاپخانه دارین، مطبعه دارین، رفیق جان کاکر دوست بسیار محترم و معزز ما هستن، شما برای یک سال اگر شده باشه یک بار بیاین در ولایت کندز وضعیت مردم کندز ببینین، با به عنوان نماینده و فعال مدنی کندز هم میتونین صحبت بکنین. ببینین طالب 6 ولایت در ولایت کندز، یعنی شما رد میکنین که مقامات محلی معامله کرده، فعالین مدنی ما آمار غلط دادن، حکومت های محلی ما کتمان کردن مسئولین، اون وقت صافی صاحب هم در همین جا دوران تصدی حکومتش بود، ما بارا صدا بلند میکردیم که گراف طالب بلند از جنگ تا 4 دروازه تا آقای ربانی شما رد میکنید که مقامات محلی کندز به معامله گرفته؟ بله شما رد میکنید که مقامات محلی کندز به معامله گرفته این بار؟ آقای ربانی صدای مرا بشنوید. مسئولیت ارگانهای کشفی و عدلی، کشفی و تعقیبی میشه، مسئولیت شورای امنیت میشه، دوباره از تجربه میکنن، این مسئولیت نماز که میگم اما بیشتر شما یک ترفند اشاره کردین، ترفند رفتم پس چی؟ اما یک چیز میگم که سال پار کندز که سقوط کرد در همین تو یک وضعیت قرار داشتیم، اول منظور ما از ترفند جنگی بود که چرا اینقدر تال میتن، چرا اینقدر بطی عملیات پیش میره، ما در صحبت های اولم اون ترفند یاد کردم، اما خواهی کاکر خیلی به وضاحت گفت که کندز توسط عامر امنیت و عدم توجه حکومت مرکزی و یا بسیار در سطح پایین قرار دارن، یا در معامله اگر معامله صورت گرفته باشه یا اصلا معامله را نمیدونن، اگر معامله صورت میگرفت ما قماندان امنیه را تا امروز همین ساعتی که من امروز شما صحبت میکنم در داخل قماندانی نمیدیدم. در مورد حضور قماندان امنیه هم سوال مطرح شد که پس از دو بار سقوط چی گونه وضعیت است که قماندان امنیه هنوز هم در کندز به عنوان قماندان امنیه کار میکنه؟ آقای تدبیر گفت که باید محکمه صحرایی میشه. من اگر شما اجازه بدین من میگم باید تکمیل کنم، انشاءالله جواب تمام گپایتان است، سوالایتان است، ببخشید. زمانی که کندز در سال پار سقوط کرد، آقای صافی در تاجیکستان بود، آقای گلنبی و حتی که رئیس امنیت وقت بود به کابل به رخصتی خود رفته بود، دیگه تنها آقای جنگلباغ مانده بود و گپ از گپ گذشته بود و همون ماره که امروز ماره میگه زمین ماره که امروز آمده مردم کندز کسی در سر دل آقای صافی که والی صاحب محترم وقت بود گذشته بود و ما همون وقت گفته بودیم که کمپیر مردن آسان است اما رخنه مرگ به ما واز نکو، این رخنه مرگ از وقت صافی صاحب به ما باز شده بود، این دروازه ورودی و خروجی طالب وقت صافی صاحب به ما باز کرده بودن. اما ولی موجود با وجود همه قدر تلفات و جنگ شدید میگه که تلفاتی وجود نداره و موضوع کتمان میگنه، پس این به چی معناست؟ خب این میخواد که به خاطر بقا و حفظ بقای خود کدام چیزی گفته باشه، اما ما علارغم اظهاراتی از اون من میگم که نزدیک به 300 نفر زخمی داریم ما که عملا من خودم روز و روز از شفاخانه اوزوی کندز آمار میگیرم، میرم میبینم با مریضا به شکلی از اشکال که جنگ از اونجا فعلا هم و ده ها تن دیگه ما شهید شده، تا هنوز ما قادر نشدیم که میتای ما را از روی جاده ها و کوچه ها پس کوچه ها میتای غیر نظامی های ما را برداریم. ما پیشتر گفتم که یک فاجعه کاملا انسانی ایجا رخ داده و ما خواهش میکنم از مسئولین که بلیاز خدا به خاطر توجیه ناکارگی های خودتان دروغ نگوین، خدا و قرآن و پیغمبر وسیله نسازین، وسیله نسازین.
صدایتان قطع شد. سپاسگزارم، به شما دوباره برمیگردیم آقای ربانی. بفرمایید در مورد سوالات آقای ربانی داشتم. خب ما به ارتباط ازارت آقای ربانی هیچ چیز نمیخوایم بگویم. او یک بچه است و در این حال وقتی که وکیل بود در زمامداری ما، هیچ وقت ما او را در ولایت نمیگذاشتیم که بیایه. ما نه نظری از او را میشوندیم. او تمام همی جنگ و شهادت بسطها مردم به خاطر عقده شخصی خود میخواه که در اینجا نزی تریبیون استفاده بکنه. در مورد معامله که مسائل بحثای معامله گرایی که این بار کندز در نتیجه معامله، اگر کندز معامله میشه، معامله به سطح قماندان امنه و والی فعلی نیست. اگر معامله میشه، این معامله باید به سطح دولت ها و به سطح ابرقدرت های جهان باشه، که قبلا دوست ما برش اشاره کرد و گفت که کندز دروازه روسیه است و این همیشه به حیث علی فشار بین امریکا و روسیه تبادله میشه و در اینجا همیشه تخت و تازهایشون صورت گرفته. ما این را میگیم که بیاین ما سر افراد صحبت نکنیم. اگر یک موتر ماشین نداشته باشه، هیچگاه دریور لایقتر و لایقتر هم نمیتونه او را به منزل مقصود برسانه. اگر شما جنگل باغ وسو میکنین، اگر شما عمرخیل وسو میکنین، اگر صدها والی دیگر و صدها قماندان دیگری را به وجود میارین، اگر کندز در کندز اراده سیاسی زماندارای ما وجود نداشته باشه، کندز هیچگاه به صلح نمیشه. یعنی شما میگید که موضوع کندز فراتر از صلاحیت حکومت محلی است؟ فراتر از صلاحیت محلی و حتی ما میگیم تا یک حد اگر دولت مرکزی کوشش بکنه شاید به یک نتیجه برسه، بلکه فراتر از او هم. خب شما این تجربه را دارین، واقعا حکومت محلی را مقصر میدونین در این بار سقوط کندز؟ نه، ما این تو میگیم که وقتی که در نظام این یک معقوله است که وقتی که میگه افسرای بزرگ بلند رتبه نباشه، مثل یک مثال است میگه وقتی که پیشک نباشه موش رقص میکنه. هدف ایست که اگر جزوتامی که تو در اوج روان میکنی تقدیر نمیشه، پیگیری نمیشه و ارزیابی دقیق مطابق با وضعیت برش درست نمیکنی، مشکلات به وجود میاره. ما برات مثالایی رو میگیم. ما یک ویدیو چند روز سه روز پیش که طالبا در پوسته قهوخانه کندز، شهر کندز که در داخل شهر کندز است، او رو میگیره 11 نفر است. با او خود طالب در امو حالتی که بسیار فشار روحی هم داشتن، امو عسکر پرسان میکنه تو چرا تسلیم شدی با ما؟ میگه با ما کمک نشد. یعنی به طالب میگه که من به تو تسلیم نشدیم از مجبوریت، که ما دیگه چیزی نداشتیم برای تو، اگر امکانات داشتیم میکتد میجنگیدیم. یعنی پایین به او اندازه غرور داره و به او اندازه روحیه داره. مگر گپی است که در کندز عوامل داخلی دوستای ما برش اشاره کرد. ما در وقت زمامداری خود، ما درست است ما گناه خود میپذیریم، گناه ما، گناه عمرخیل، گناه جنگل باغ اینمیست که ما این مسئولیت باید نمیپذیرفتیم. هر چقدر زودتر اگر جنگل باغ استعفا بکنه، عمرخیل استعفا کنه، با ابرویشان است. ما تجربه خود برشان میگیم. به خاطر از اینکه در یک نظامی که سیستم وجود نداشته باشه، اراده سیاسی وجود نداشته باشه، کسی نخواهد که تو برای یک هدف پاک کار بکنی، هیچ کسی دلچسپی نداشته باشه، چطور نظام پیش میره؟ ببینین او طرف عسکرش زیور خانم خود سودا میکنه، قماندانش برای خود مهمات میخره، ولی این طرف ما، افسر ما، تیل ما رو سودا میکنه، مهمات ما رو سودا میکنه، برای خانم خود زیور میخره. این عقیده به این حد رسیده، احساس و درک به این حد رسیده باشه. شش ولسوالی آقای ربانی و جیران، شش ولسوالی ما داریم در کندز. ولسوالی را ما برای نشان میتیم که 15 سال ولسوال است و اگر عمرش محاسبه کنی شاید 26 ساله باشه. یعنی 15 سال پیش او چند ساله بود که ولسوال است؟ ولسوالی هرچی. و ولسوالی رو بردم و کنج ولسوالی که از طرف تخار، تالقان و بعد از او از رای خواجه‌غار برش میاییم ما. یعنی هیچ رای تدارکات هم برش نداریم، اکمالات هم نداریم. ببینین او 15 سال هم اونجا ولسوال است. این آقای ربانی خودش که میگه از یک قماندان حمایت میکنه که بسدها اربکی داره، بایسی نماینده مردم حمایتش میکنه. همینطور و بزور از او به نماینده مردم شده. همینطور ما به صدها
مشکلات در کندوز داریم تا که به این مشکلات رسیدگی نشود. کندوز در تمام افغانستان بزرگترین ذخیره سلاح را داره، بزرگترین مارکت خرید و فروش سلاح است. طالب در 800 کیلومتری بیس لوجستیکی خود قرار داره، جبهه مقدم از اون، نه طیاره داره، نه موتر داره، نه آزاد میتونه رفت و رو کنه. این مهمات کی برش میده؟ خو یا می وکیل صاحب محترم میده، یا ما میتیم، یا کسی میده. ای خو یک حکومتی در کار است، یک کسی در کار است، او یک اراده خوب سیاسی داشته باشه که بگرده بگوید که عامل این جنگ چی است. ما نمیگیم اگر ما هم در او جنگ سابق مثل که آقای ربانی گفت، اگر ما زمینه سازی کرده باشیم ما آماده هستیم برای محاکمه عظیم. سپاسگزارم. تشکر. آقای تدبیر، بحث آنچه که شما پیشتر هم مطرح کردین، بحث روحیه و چگونگی عملکرد مقامات نظامی، یعنی کلانترین پرسش اینجا زمانی که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میره اونجا میگه که اگه این بار کندوز تصفیه نکردم مستعفا میدم، و یا هم جنرالای 300 و 400 میرن اونجا میگن که ما کندوز تصفیه میکنیم. من با دیدم میشه که بار دیگر باز هم کندوز سقوط میکنه و تمام نیروها به طرف چیزی به طالب تسلیم میشه و چیزی هم به طرف میدان اوی فرار میکنه. این بیروحیگی ناشی از چی از در کندوز فکر میکنید؟ گوری اصلا به نظام که هغه څه چې ډېر دی اهمیت وردی هغه دی یو ښه قوماندان موجودیت. که تاسو په هر قطعه کې ښه قوماندان ولرئ، د هغه قطعه تر ډېره بریده پورې موږ په افغانستان کې نن تر ټولو وفادار او تر ټولو غیور سرباز لرو. ول د دغه سرباز رهبرۍ دپاره هغه څوک چې موجود دي، د دغو ټولو مسایلو هغه اصلي ریښه چې ده فساد. ګورئ، تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې اتهام موجود ده چې هلته چوکۍ خرڅېږي، هلته افراد و اشخاص د پیسو په مقابل کې مقرریږي، او په دولتي قطاعاتو کې معامله، په نظامي قطاعاتو کې هغه څوک چې هلته ځي، د دغه تیر وار کندوز د سقوط نه هغه راپور چې وړاندې سوی ده، په هغه کې څوک متهم سوی دي. تاسو حق نه لرئ چې تاسو، یعنی فکر نمی کنید که اینجا معامله کلان خود حکومت افغانستان انجام داده؟ پس زمانی که آیت حقیقتیاب رفت، گزارش تهیه شد، گزارش افشا نشد، حفظ شد و بار دیگر کندوز سقوط کرد. موږ حق نه لرو چې ملکي افراد و اشخاص په جنگ کې تر اتهام لاندې راولو. د یو چا مجازات کول او یا یو چا ته مکافات ورکول، د هغه دپاره هغه ثبوت چې وړاندې کیږي هغه باید د افغانستان دولت درج د سوانی وکړي. عرض مې ده چې په کندوز کې د دایاق پروسه نه ده تطبیق شوې. ولې کندوز د دایاق پروسه نه د باندې پاتې شوی ده؟ ولې په کندوز کې هغه زورواکان چې اربکیان لري خلک زوروي او د خلکو په مال او ټوله ورځ په غصب باندې لګیا دي، د هغو نه ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ هغه څوک چې په فساد کې لاس لري، هغه په خرید و فروش کې، هغه څوک چې رشوت اخلي د یو افسر په حیث باندې، هغه زه دا شرافت مندانه درته وایم چې هغه دې جرات کوي چې هم خرید وکړي هم فروش وکړي د سیمو. ولې په منطقې لحاظ باندې هغه ګرنزیونونه چې عملیات طرحه کوي، د هغو ګرنزیونو د فانک چې اجرا کیږي یا شبخون چې دا په کندوز باندې ووهل شه، د دغه دپاره موږ معمول داده په یو نظامي ګرنزیون کې درې کمربنده وجود لري. دغه درې کمربندونه په یوه مسافه کې یو له بل سره پراته دي. څنګه د تا درې سره کمربندونه مات شو او طالب له کومې خوانه په کار ننوت؟ خب من میفهمم امیر چرا را شما مطرح کنید، چرا این کار شد و چرا قندوز تصفیه نشد با توجه به مجموعه تعهدات که صورت گرفته بود؟ ګوري، ما په وارو د میډیانو ویلي دي افغانانو اوږده مهاجرتونه کړي دي. موږ باید هر څوک چې په دغسې حساسو سیمو کې د قومندان په صفت او یا د رهبر په صفت هلته مقرروو، د هغه بیکګراوند باید راته معلوم واوسي. هغه څوک ده، له چا سره مناسبات لري، د مهاجرت دوران یې چېرته تېر کړی ده، او د کومو اهدافو دپاره د ده هغه ګذشته په څه ډول باندې ده. د هغو بازرسي دا د افغانستان د نظام، په افغانستان کې د نظام تر ټولو لویه غمیزه چې ده هغه د افغانستان د نظام او خصوصا د نظامي سکتور ویش ده. آقای صافی گفت که تقصیر اینجا از حکومت محلی نیست، یعنی بزرگترین تقصیر مقامات حکومت محلی است که مسئولیت پذیرفتند، اما شما میگن که تقصیر از حکومت محلی است؟ نه، دا د حکومت، دا د ګرنزیونونو مکلفیت ده. والی د سیمې د امیر په حیث باندې والی د دې حق نه لري چې عسکر قومنده کړي، والی د دې حق نه لري چې د عسکر نه د یوې اطلاع په باب باندې چې دی د خپل دښمن په باب لري د هغه نه بازرسي وکړي، والی د دې حق نه لري چې دی د یوې نظامي قطعې ته قومندان ته راوغواړي او هغه ته حکم ورکړي، والی
تاسی که او گوری کماندان امنی اصلا سمیت معاونیت دیوالی ده او هغه قطاعت چې دیو گارنیزون مکلفیت لري هغه مستقیما یو بل چاته جواب دی والی ته جواب دی نه دی والی دی یو وفات پی جلسی دی رهبری په خاطر باندې راغوښتل کیږي والی ته معلومات ورکول کیږي مګر نه پټ معلومات موږ په نظام کې اسرار لرو موږ هغه څه چې دین سو ساتلی هغه څه چې موږ ځینې متضرر یو هغه د نظام اسرار دی د نظام اسرار موږ داسې چاته په لاس کې ورکړي دي چې هغه عملا لاس لري له هغه بیروني قوت سره چې د کندز د سقوط د کندز د خرید او د کندز د فروش لپاره فعالیت کوي په دغه خاطر باندې که تاسو چېرته د افغانستان په نظام کې محلي زورواکانو ته سقوط ورنه کوي هغه له هغه نه ونباسئ تاسو نشئ کولی چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته امنیت ته وړاندې کړئ تشکر د دې غوښتنه نه شي کېدی آقای کاکر در مورد ادعای شما هم آقای ربانی این مسئله را رد کرد هم آقای صافی در موردی که مقامات محلی به ویژه عامر امنیت و قماندان امنیت در معامله قندوز دست دارند ببینید اگر دست نداره این در کندز ما با شمول قوای هوایی 11000 ساکر ما داریم از کمانجو از پلیس ملی از پلیس سرحدی ما داریم پس اینا تحت امر کی اونجا اینا فعالیت میکنن درست است خامی قماندان امنیت است عامر امنیت است و همی قماندان روند است خب بس انگیزه و همه هنگی مطرح شد اینجا درست است و ببینید شما ما یک چیز دیگر براتون میگم که من فکر میکنم که مردم کندز در جغرافیای افغانستان نیستند اگر می بودن در دو سال به اونا توجه میشد و یک چیز دیگر براتون بگم که و شاید حکومت بگه که اداره مردم همکاری مردم عوام در کندز امرای ما نیاز جدی است ما پیش از سقوط چند روز پیش از این یک روز دو روز پیش از سقوط کندز ما در یک رسانه های بسیار مشهور این گپ مطرح کردم که کندز باز در سقوط مواجه است و کندز سقوط میکنه در یک کیلومتری شهر کندز مخالفین به شکل بسیار گسترده اینا اوجا فعالیت دارن اولی یک توجه بسیار کوچک هم بینا شدن چون این ما براتون گفتم که این جز یک پروژه است جز یک معامله است که ایرا فقط قربانیش رو ملت هستن ما یک چیز دیگر میخوایم بگم که در کندز بیش از 500 نفر کشته و 2000 نفر زخمی 3 میلیون نفوس داریم ما اینا کلشان آواره شدن در بدر شدن هست و بودشان به خاک اکسان شدن آیا امی مردم کندز ارگ یا امی اداره محلی این فکر میکنن که اینا مسلمان نیستن اینا افغان نیستن از امی جغرافیا افغانستان که کندز نیستن و این یک چیز دیگه بسیار مهم است که ای کاش امی مرمی مخالف در تقدیر رئیس جمهور اصابت نکرد ای کاش امی مرمی در تقدیر رئیس اجرایی اصابت نکرد ای کاش امی مرمی مخالفین در تقدیر امی هر وزیر ما اصابت نکرد باز در اونجا از دل مردم خبر میشدن ببینین در مرکز ما به چی حال هستیم هر روز انتحار انفجار است بعضی ها نفر هزاران نفر کشته میشن ولی اینا فقط به یک تقبیه و به یک تسلیت اینا همه گپ ختم میکنن در اینجا ما خواهان محاکمه صحرای بدرنگ انمی زمامدار محلی هستند در کندز اگر اینا محاکمه نشن اینا مجازات نشون اینا بدار اوخته نشون امی دو مقام رتبه عامر امنیت قماندان امنیه انمی جوانان نخبه کندز اینا جمع میشن و اینا رو محاکمه میکنن در کندز و اینا رو بدار میزنن اینا ببینین کجاست حقوق بشر کجاست سیما سمر ببینید در اروپا در امریکا یک نفر نه کشته میشه بسته اروپا بسته امریکا تکان میخوره اینجا بازارها نفر روزانه کشته میشه یک نفر نیست صدای ملت اینا به گوش جهانان به اینا برسانن آیا امی مردم هم یک فرد یک شخصی باید داشته باشن که نمی صدای مردم بلند کنن شما میگین که صدای شما قندوزی ها را هیچ کس نمیشنوه هیچ کس نشید اگر میشیندن فقط در 2 سال به توجه میشد 3 بار قندوز سقوط کردن اینا هیچ عبرت نگرفتن اینا هیچ پند نگرفتن اینا جزء شریک انمی معامله هستن ارگ مشمول انمی اداره محلی قندوز اینا فقط در کشتار مردم افغانستان اینا مستقیم دست دارن اینا در کشتار مردم افغانستان مستقیم اینا دست دارن اگر دست ندارن ما شما در طول انمی 13-14 سال یک مقام الرد بر ما ندیدیم که محاکمه شده باشه و از این پرسان شده باشه و شما چندین بار دیدین که مقامات رتبه افغانستان همیشه همکاری با توریسم
در 13-14 سال مقامات رتبه مختلف با همکاری با مخالف اینا دستگیر میشه و هیچ وقت اینا دستگیر نشدن و اینا به محاکم ارسال نشدن و پس نمیست که حکومت مرکزی با شمول نمی داره محلی که در هر ولایت ما داریم اگر علمند است اگر نمی کندوز هستم ببینید اگر یک شخص بسیار یک آشپز خوب باشه در هر او فقط میتونه که به صفت وزیر به صفت معین به صفت یک ولی یک جای مقرر شوه. تشکر آقای ربانی. به شما برمیگردیم. در مورد ادعایی را که شما کردین آقای صافی چیزی نگفت، اما در یک بخش گفت که مقصر اصلی مقامات محلی به خاطر مقصر هستند در بحث قندوز که مسئولیت پذیرفتن و بحث قندوز فراتر از مسئولیت مقامات محلی است. و یک بخش دیگر هم گفت که شما هم یکی از قماندانای غیر مسئول که صدها افراد غیر مسئول داره او را حمایت میکنین. خب دوست عزیز آقای بابک، ما امیدوار هستم که دیگه صحبت های مرا قطع نکنید، بگذارید که من جواب سوال شما را تا بفرمایید مکمل بتون. با معذرت. ببینین ما به شخصیت خود والی صاحب بسیار احترام دارم. زمانی که والی صاحب میامد تا بسیار دیرها ما روابط بسیار خوبی داشتیم و اینکه ما چقدر پاک کار کردیم، چقدر پاک کار میکنم، ما با چه منوال کار میکنم، این با والی صاحب بسیار مشهود است تا که او خودش میفهمه که ما چه قسمی آدم هستم. در مورد هم گفت که شما به خاطر عقده دارین که اینها شما رو نمیگذاشت در وقت ولایت خود. ببینین ما میخوایم سر این سوال بیایم، لطفا صحبت های ما را قطع نکنید. بفرمایید. والی صاحب گفت که ما ایرا اصلا در ولایت نمیموندم و یک دفعه گفت که ای یک کسی را حمایت میکنه که 2000 افراد مسلح غیر مسئول داره. یک کسی که 2000 افراد غیر مسلح مسئول داشته باشه با حضور یک والی که خودشو چوبشو یک بایکه کش میایه او را عقبه بسیار کلان و عقبه کدام بسیار اجتماعی و عقبه سیاسی نداشته باشه میتونه که در ولایت نمانه. یک و دو میدگم مرا اگر گیرم به حرف خودی از این مرا در ولایت نمانده باشه وظیفه ما در قانون اساسی در قانون شورای شورای ولایتی توشیح شده توضیح شده وضاحت داره و تصریح شده که نظارت بر عمل کرده حکومت و مشوره دهی به حکومت محلی. شما ببینید این اول قانون نقض کرده که ما اگر نمانده باشه خود از این قانون نقض کرده با مشوره ما که 2000 نفره که اگر به اصطلاح از یا به گفته یا ما حمایت بکنم بازی مرا نمانه ما 2000 نفره مسئله غیر مسئول هم داشته باشم این مرا اگر در داخل ولایت نمانه پس خود جفا به ملت و مردم کرده. اگر این چنین نباشه یا فکر میکنم همین جملاتشان کاذب ارائه کردن که گفتن ما ایره نماندیم و چطورکایی وی یک بچه بود یک بچه است. خب هر صورت من یکی جوان هستم یک امر واقعی است امر طبیعی است یکی من بچه هستم بچه مرد هستم خب. خودشان هم میفهمن آمد نیستم ببخشید در آخر شما میخواییم بپرسون وقت ما تمام است آقای ربانی در آخر میخواییم بپرسون که برمیگردیم دوباره به اصل موضوع بحث قندوز اگر مرا در ولایت نمانده ما همی بچه بود که تو را سه بار خانه به خانه مردم آقای ربانی دوباره به بحث قندوز به موضوع قندوز برمیگردیم به عنوان پرسش آخر شما میپرسومین که واقعا به این زودی ها شما که در قندوز حضور دارین قندوز تصفیه خواهد شد و یا هم نه؟ کوتاه بفرمایید. ما امیدوار به این هستم که تصفیه شوه. اگر تصفیه نشه ما امروز عضو فامیل ما از دست دادیم. همیاله که شما صحبت میکنم ما دو روز تمام عضو فامیل ما مییتش شهیدش گرفتیم گرد در قندوز در سر میدان هوایی گشتیم تا یک جای برش امروز ما پیدا کردیم دفن کردیم با کل مردم قندوز مشهود است و ما ماندگار خود حکومت نیستیم. ای بار او قصه افسانه ای هم نیست. او سناریوی سابقه که باید آقای کاذبشان حکومتدارای مرکزی و محلی ما به ما گفتن که ما کندز تا یک وجبش بون تصفیه میکنیم که نکردن ما با آنچنانی نمیمونیم. ما دولت محکم میگیریم از اینجا بازم صدا بلند میکنم سر دولت باید متوجه امو صلابت و هیبت و کارایی خودشان باشه. خدا نخواسته صلابت و هیبتشان زیر سوال بین المللی قرار نگیره و یک گپ میخوایم براتون ما به آخر اظهار بکنم. والی صاحب گفت که کدام ولسوال 26 سال است 15 سال میشه ولایت کرده این از امو گپای شخصی گفت و طالب 10 کیلومتری نیست توطئه دشمن است در 6 کیلومتری قرار داره. تشکر بسیار تشکر والی صاحب. هیچ کس در 11 سالگی ولسوالی کرده نمیتونه 11 ساله طفل خردسال است. بسیار تشکر آقای ربانی از حضورتان در برنامه بازنگاه. با توجه به مجموع سوی نیت هایی که در بحث جنگ قندوز مطرح است و مجموع برنامه های کاران واقعا قندوز با همین شیوه مدیریت جنگ در زودترین فرصت تصفیه از وجود طالبان خواهد شد و یا هم نه؟ به عنوان پرسش آخر و جنبه دی از عرصه میمانا میپرسم آقای صافی بفرمایید. خب ما تا جایی که ما خبر داریم تا یک حدی را دولت نیروهای دولت پیشروی کردن
و فکر میکنیم که طالبان هم به هدفی که آمده بود، هدفش تجهیز و تمویل خودشان بود که او را به او هدف رسیدن و میخواستن یک زورآزمایی را بکنه و یک موقف خود سیاسی و نظامی را در منطقه ثابت بکنه. اونو را کدن به دست آوردن و فکر میکنیم که به مرور زمان و خسته میشه و بالاخره قندوز ترک میکنه، ولی این رای حل از این نیست. رای حلش امیست که باید مردم و نخبه های قندوز این رقم مایده وشتو کار باید برش مسئولیت نده و بیاین خودشان سر مسئله قندوز یک اساسی فکر بکنه. اگر وقتی که مشکل بسیار اساسی قندوز باید تو یک مایده تفلکات داده میشه، شما چی فکر میکنین که قندوز از این حالتش ببینین خودتان محاسبه کرده میتونین که قندوز چرا؟ تشکر آقای صافی. آقای تدبیر خیلی کوتاه فرمایید. زده سپیکر که همه چی که تاس چرته دی کندوز وزید چی په یقین سره منطقوی او نړیوال استخبارات پکې کیل دی دی هغو دی مخنیوی دی پاره وړ افراد و اشخاص په سیمه کې استخدام نه کوي دی کارونو دی پاره نظامی قطعت هغې منطقې کې کوم قلي اردو چې حضور لري دی هغه مسؤولینو ته دی صلاحیت ورنه کوي ستاسې افراد و اشخاص وټاکوي او که چرته تاسې غیر مسؤول وسلوال راټول نه کوي دی هغو نه وسله ټوله نه کوي تاسو نو سئ کولای شئ کندوز ته امنیت راوړئ. دوهمه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې په افغانستان کې د افغانستان په نظامي قطاعاتو کې د اسلحې د ذخیرې او د هغې د بایومټریک سیستم له منځه تللی ده. که دغه سیستم تاسې رامنځته نه کوي دغه اسلحه سې هره ورځ خرڅېږي، دغه موټرې رینجرې سې هره ورځ خرڅېږي او دغه د افغان بچیان سې هره ورځ په دغو رینجرو کې خرڅېږي د پیسو د لاسته راوړلو دپاره دغه به نور هم ادامه پیدا کړي. تشکر آقای کاکر، خیر کوتاه فرمایید. اگر حکومت در آینده نزدیک به حالت کندوز توجه نکنه، ما باز در او صورت نه ولی کار داریم، نه قمانداری هم، نه هیچ مقام ادارتبه که در حکومت محلی برای ما بیاید. فقط امی جوانای نخبه کندوز جمع میشن، اونا دست بکار میشن و امی مخالفین ما مهار میکنیم و و و و دیگه یک چیزی که بسیار مهم است و ایسته که فقط کار به اهل کار سپرده شود از طرف مرکز و یک شخصی کارکشته و کارا متخصص باید برای اولت روان بکنن و باز هم از طرف شما میخوایم که بگیم که حکومت مرکزی از کشتار مردم بیگناه کندوز و افغانستان دست بردار، در غیر از اینا یک روز محاکمه میشن، یک روز بدار کشته میشن. سپاسگزارم آقای کاکر، آقای تدبیر و آقای صافی از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. با شما متشکرم. بینده عزیز تا برنامه بعد، خدا نگهدار.